بسیار شبیه میدونم این دعاهایی رو که ما داریم برای ظهور امام زمانمون میخوایم به همون نامه هایی که نوشتن به امام حسین کوفیان. ما چه کردیم؟ کشور ایرانی شیعه، من شیعه باید مقام اول سرچ مطلب سکس رو در دنیا داشته باشم؟ من ایرانی شیعه باید سایت بزنم در یکی از فیلم‌هاش؟ فقط عزیزان الحمدلله اینو رفتن حک کردن، سایت رو از بین بردن. فقط در یکی از فیلم‌هاش 598 صفحه بلوتوز سکس ناموس شیعه رو گذاشته بود. و اون چیزی که برای بنده دردناک بود میدونی چی بود؟ وقتی نظرات رو میخوندم یک نفر نگفته بود نظر مخالف نمیدن. چی؟ دو نفر فقط توی 598 این چند تا نظر رو حد صفحه روی 200 نظر داشته میشه. فقط دو نفر گفته بودن اینا شکلشون رو نشون دادن. به کجا داریم میریم؟ اگر از امیر مؤمنان تا امام حسن عسکری امامانمون رو کشتن بی‌عرضگی ماست. امام رضا رو آوردن از وسط مملکت شیعه بردن مشهد، هیچ کس کاری نکرد، بردنشون رو شهیدش کردن. اینو من همه جا میگم، تکراری هم میگم، اما باز هم میگم، تو حدیث سلسله ضبط نیشابور وقتی فوج شیعیان اومدن امام رضا حدیث سلسله ضبط رو میگه چی گفت؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن امن عذابی. گفت از پدرم شنیدم، پدرش از پدرم، از پدرم رسون به خدا. گفت ولایت امیرالمومنین و حاشیه امنیت من، خدا گفته هر کی وارد بشه تو این حاشیه امنیت من امن امن عذابی، از عذاب من در امان میمونه. مردم بازم نفهمیدن. همینجوری مثلا ما میگیم صلی علی محمد فلان فلان. همین امام شیعه رو بردن وقتی داشت میخورد لاغر سرش از کجومه بود بیرون، گفتش که به شرط ها و شروط ها، حال طوری دیگه میگن و انم شروط ها، من دارم میبرن. نفهمیدی به اون سر باری تعالی میفرماید لا اله الا الله دژ و پناهگاه استوار من است و هر آن کس که در این پناهگاه درآید از عذاب من آسوده خواهد بود. اما برادران، ورود به این پناهگاه را شرایطی است که پذیرش ولایت از جمله آنهاست. خود امام رضا مجلس ختم میگرفت واسه مجلس، برای کی؟ برای امام حسین. میشستن واسه امام حسین گریه میکردن، امام زمان حی و حاضرشون کمک میخواست کاری میکرد. سوزنمون فقط یک حد یک جا، همین الان امام زمان خودمون رو درکی میکنیم. خیرت نمیرسد شر مرسان، ما را به خیلی تو امید نیست شر مرسان. غیر اینه 313 نفر، فقط 313 نفر. تمام دنیا منتظرشن، من به هیچ کدومتون کاری ندارم. من سرم رو کردم توی برد مثل کبک، دارم واسه خودم، دارم کار خودم انجام میدم. گناه وجودمون رو گرفته، جامعهمون رو گرفته، زندگیمون رو گرفته. امام زمان واسه چی باید بیاد توی همچین جامعه ای که من فقط کارم شده این بنده خدای بغل دستی رو نردبان صعود خودم قرار بدم؟ جامعه ای که باید توش اصلاحگری باشه، به چه سمتی ما داریم میکشونیم؟ انقلاب ما فکر کردید الکی بود، یک دنیا رو تکون داد. اما چرا؟ بله ما مسئول رسانه ایم، هرچی مرکب دجال میگه گوش میکنیم. راست میگید، 8 سال من امثال من شما ها رفتن جنگیدن، 8 سال مظلومانه به من گفتن تو همین سالونی که الان اینجا شما نشستی زمان جنگ شهدا رو می آوردن اینجا میذاشتن تو خانواده‌هاشون بیان شناسایی کنن ببرن. چه فرقی داشتن اونها با ما؟ ما چه کردیم؟ الان داریم چی؟ به کجا داریم میریم؟ مقام معظم رهبری سال 67 گفت تهاجم فرهنگی، چیکارش کردیم؟ 4 تا پلاکارد کردیم می‌زنیم رو در دیوار. بعد گفت شبیخون فرهنگی، یعنی خواب یا داره به تمدید میکنه. الان داره میگه نکته فرهنگی، هیچ کار نکنه. فرهنگمون رو بودن. نیا نیا گل نرگس، جهان که جای تو نیست، دو صد ترانه به لبها یکی برای تو نیست. نیا نیا گل نرگس که در زلال دلی، هزار آینه نقش و یکی زخال تو نیست. نیا نیا گل نرگس به آسمان سوگند، قسم به نام و نهادت دلی برای تو نیست. نیا نیا گل نرگس زرنج من تو مکا، کسی ز خلق و خلائق فدای راه تو نیست. نیا نیا گل نرگس بدان آگه باش که جای سجدگه ما هنوز مال تو نیست. نیا نیا گل نرگس به مجلس ندبه
که ندبه ندبه خلقه است، پایگاه تو نیست. نیا نیا گل نرگس دعای عهد کجاست؟ نه این نماز جماعت به اقتدای تو نیست. نیا نیا گل نرگس به جان تشنه عشق، دعا دعای ظهور است ولی برای تو نیست. نیا نیا گل نرگس سقیفه ها برپاس، ردای سبز خلافت ولی برای تو نیست. نیا نیا گل نرگس که چون علی تنها، به فجر صبح ظهورت کسی کنار تو نیست. نیا نیا گل نرگس تو را به خاک بقیه، که شهر ما نمهیای هامهای تو نیست. نیا نیا گل نرگس به مادرت زهرا، کسی برای شهادت به کربلای تو نیست. نیا نیا گل نرگس نیا به دعوت ما، هزار نامه کوفی یکی برای تو نیست. نیا نیا گل نرگس فدا شوی مولا، نیا نیا گل نرگس فدا شوی مولا، برای اسر عجیبی که خواستار تو نیست.